چهارم سه اصل. اگر پرسیده شوی سه اصل که معرفت آن بر انسان واجب است چیست، پس بگو معرفت بنده، پروردگارش، دینش و پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. اگر پرسیده شوی پروردگارت کیست، بگو پروردگار من الله است که من و همه عالمیان را به نعمتهایش تربیت کرده است و او معبود من است، برای من معبود غیر او نیست. و دلیل این فرموده الله تعالی است، حمد و سپاس مخصوص الله است که پروردگار عالمیان است. جز الله همه چیز عالم و من یکی از همین عالم هستم. مؤلف رحمه الله به ذکر سه اصل ابتدا نمود و این صورت که آن را به سوالهای قبر مثال زده تا که توجه خواننده و شنونده سوال را جلب نماید و بعد از آن به این سوالها پاسخ می دهد. مؤلف رحمه الله اصل اول را بیان نموده که پروردگاری که شایسته عبادت است الله سبحانه و تعالی می باشد و دلیل این سخن را ذکر نمود و آن فرموده الله تعالی است، حمد و سپاس مخصوص الله است که پروردگار عالمیان است، پس پروردگار همان معبود برحق است. حمد و سپاس مخصوص الله است که پروردگار عالمیان است. این آیه در سه نوع توحید را جمع آورده است. یکم الحمد، در این اثبات توحید اسمها و صفات هاست. دوم لله، در این اثبات توحید الوهیت. سوم رب، در این اثبات توحید ربوبیت پروردگاری است. یعنی همه چیز به جز الله مخلوق است و هر گمان مخلوق باشم ضروری است که به شکر آفریدگار نعمت دهنده و فضل دهنده سبحانه و تعالی قائم شوم. پس اگر پرسیده شوی که پروردگارت را به چی شناختی، بگو به آیتها و مخلوقاتش شناست. از جمله آیتهایش شب روز و آفتاب مهتاب است و از جمله مخلوقاتش هفت آسمان و هفت زمین و کسی که در این هاست و چیزی در بین این هاست. و دلیل فرموده الله تعالی است و از نشانه های او شب روز و آفتاب ماه است. ولی برای آفتاب ماه سجده نکنید، برای الله که آفریننده آنها سجده کنید اگر تنها او را می پرستید. و فرموده الله تعالی است، البته پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت، با پرده تاریکی شب روز را می پوشاند و شب به سرعت در پی روز می آید و آفتاب، ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشد که آفرینش و امر از آن او و به فرمان اوست، پر برکت و بی‌زوال است. الله که پروردگار عالمیان است و رب همان معبود است. و دلیل این فرموده الله تعالی است، ای مردم، پروردگارتان را که شما و کسانی که پیش از شما بودن آفرید پرستش کنید تا پرهیزگار شوید. آن کس که زمین را بستر شما و آسمان را سقف قرار داد و از آسمان آب فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را برای روزی شما رویانید، بنابراین برای الله همتای قرار ندهید، در حالی که می دانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریده و نه روزی می دهد. ابن کثیر رحمه الله تعالی می گوید آفریدگار این چیزها لایق پرستش است. مؤلف شروع به ذکر مجموعه از آیتهای کونی و نیز مخلوقات کرده است که دلالت بر وجود الله دارد و ثابت می کند که هیچ پروردگار و خالق و معبودی بر حق جز الله وجود ندارد. و همین طور که در کتاب وارد شده دلایل از قرآن را برای این موضوع ذکر کرده است و هر مخلوق نشانه برای وجود الله تعالی است. ولیکن شیخ اسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله بین آیت و مخلوق فرق گذاشته است، زیرا هر چیزی که نشانه است تغییر میکند، مانند شب روز، و آن چی که تغییر نمیکند دلیلی که در آن وجود دارد قویتر از آن است که تغییر نمیکند. دوم، این آیت در سوره بقره است. بعضی علمان گفتند البته در این آیت اولین ندای قرآن ای مردم و در آن اولین فعل امر در قرآن
بپرستید یعنی یگانه بدانید آمده است و در آن اولین نهی در قرآن پس برای الله شریکان قرار ندهید در حالی که خود میدانید این نهی از شرک است آمده است سوم یعنی کسی که در ربوبیتش در افعالش یکتاست واجب است که در الوهیت عبادت کردن نیست یکتا دانسته شود و نوعهای عبادتی که الله تعالی به آن امر کرده است مانند اسلام، ایمان و احسان می باشد و از جمله آن دعا، ترس، امید، توکل، رغبت، رهبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعازه یعنی پناه بردن، استغاثه یعنی به فریاد خواستن، ذبح یعنی کشتن مال، نذر و غیره از نوعهای عبادتی که الله به آن امر کرده است همش مخصوص الله تعالی می باشد و دلیل فرموده الله تعالی است و البته مسجدها از آن الله است پس هیچ کس را به الله دعا نکنید یعنی نپرستید پس کسی چیزی از نوعهای عبادت را برای غیر الله انجام دهد مشرک و کافر است و دلیل فرموده الله تعالی است و هر کس معبود دیگری را با الله بخواند و به یقین هیچ دلیلی بر آن نخواهد داشت حساب او نزد پروردگارش خواهد بود به راستی کافران نجات نمییابند و در حدیث آمده است دعا مغز عبادت است و دلیل فرموده الله تعالی است پروردگار شما گفته است مرا دعا کنید که دعای شما را اجابت کنم به یقین کسانی که از عبادت من تکبر میکنند به زودی به ذلت و خواری وارد دوزخ میشوند.